سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. با یک دیگه از ویدیوهای تولید سیمکارت گرانیتی در خدمت شما هستیم. تو ویدیوی قبلی گفتم که اگه ترکیبتون درست باشه این سیمکارت گرانیتی به راحتی از قالب در میاد اینطوری. خب خیلی از دوستان گفتن که این نمیشه و فصل پاییز و نمیدونم از قالب در نمیاد. میخوام خودتون امروز ببینین که اگه ترکیبتون درست باشه خیلی به راحتی از قالب در میاد. پس با من همراه باشین. این هم که میبینین من دیروز پشت قالب رو برداشتم. خب امروز میخوام این پلیسه های دور اطرافش رو بگیرم بعد این سینک رو از قالب در بیارم. پس با من همراه باشین تا ادامه ویدیو. خب وسیله ای که لازم این کارتکه هست. این کارتکه خب من خودم حالا دادم یه درست کردم که پلیسه هاش رو راحت بتونم چکار کنم از قالب بگیرم. خب حالا شروع میکنم که پلیسه های دور اطراف قالب رو با این وسیله بگیرم. پلیسه ها رو دارم میگیرم و فکر کنم سینک معلومه که از اینجا ها چی شده. ترکیبم چون درست بوده از این قسمت ها جمع شده قالب. خب یعنی یه ذره از قالب کوچیکتر شده و خودتون هم میبینید. همینطور که میبینین تقریبا میشه گفت سینک از قالب جدا شده، یعنی اون یکی دو میل کوچکتر شدنش رو خودتون تو ویدیو میبینین. الان مونده این قسمتش خب در ادامه این قسمت هم دارم تمیز میکنم که بعدن این جاهاش و این جای سیفون ها رو هم تمیز کرده باشیم. فقط مونده این طرف غالب که این سینک رو دور اطرافش رو تمیز کنم. این جا رو هم تمیز میکنم. انشالله میام چیکار میکنم این جای سیفونه رو هم تمیز میکنیم چه غالب از غالب به راحتی بیرون بیاد. خب آقا تنها وسیله که حالا استفاده میکنیم چکش و پیچ گوشتیه. خب میام چیکار کنیم این جای روی سیفون رو چون ریخت مواد انجام دادیم و مونده، خب اینا مونده، اینا رو چیکار میکنم تمیز میکنم از رو قالب و خود سینک. اینو ببینین از نزدیک. خب این یعنی تمیز شده شه. این یکی که دورش رو تمیز کردیم آزاد شده، یعنی سینک. این هم تمیز نشده شه که باید این هم تمیز کنیم، یعنی تفاوت ها رو خودتون ببینید. حالا دوربین رو میذارم سر جاش و این یکی رو هم تمیز کنم بعد ادامه ویدیو. خب این یکی رو هم تمیز میکنم که خودتون بعداً ببینید.
تمیز شده های دور اطراف قالب که پلیسه هاشو گرفتیم، بعد این جای سیفون رو تمیز کردیم. حالا میخوام این رو چکار کنیم، از قالب در بیاریم. چکار میکنیم آقا؟ یه چیزی که هست، خب الان من بخوام اینو در بیارم راحت در میاد، میبینید بدون اینکه فیلمو کات کنم، خب این از قالب در میاد. ولی اگه دیدین در نمیاد، خب اینجاها رو چکش کاری نکنیم، با این چکش های پلاستیکه بذاریم بیارم. آره چیکار کنیم با این چکش ها، چکش پلاستیکی ها نزنین هی دور اطراف قالبتون، خب قالبتون ترک برمیداره. خب چیکار کنیم؟ اینو بذارین کنار. خب بیان با چکش آهنی یه چند تا ضربه اینجاها بزنین. حالا من به این ضربه اصلا نزدم، خودتون دیدین، یعنی اینطوری برداشتم کامل برداشته شد، یعنی دور اطرافش رو تمیز کردم، جای سیفونش رو تمیز کردم. خب ولی قالب من خب به راحتی ول کرد، اینطوری ول کرد. خب ولی اگه شما دیدین ول نمیکنه، اینجاها دو سه تا ضربه بزنین این جای سیفون، چون محکم تره و ترک بردنش برداشتنش حالا مهم نیست. خب چیکار میکنین؟ اینجاها ضربه بزنین، خودش به راحتی از قالب جدا میشه. ببینید هیچ اتفاقی واسه قالب تو نمیفته و سینختون هم که راحتی به راحتی و به راحتی از قالب در میاد، یعنی به راحتی از قالب جدا شدنش بستگی داره به نوع واکس فیلم زدن، یعنی واکس و فیلم رو به درستی انجام که داده باشین رو قالبتون چی میشه؟ این سینک به خود به خود. و شرط سومش هم اینه که شما چیکار کنید؟ فرمولتون درست باشه، یعنی این ترکیب اصلیتون که برای ریخت قالب انجام میده اون درست باشه. و نکته حالا چهارم هم این باشه که چی میشه؟ اون پشت قالبیه رو به موقع برداشته باشین، یعنی اگه به موقع برداشته باشین به راحتی این سینک الان که صبحه، خب به راحتی از قالب جدا شد. خودتون هم دیدین، یعنی اینجاهاشو ادیت نمی کنم که خودتون بعدن بگین آقا نه چکش کاری کردی بعد اومدی ادیت کردی، نه اینطوری نیست، خودتون اینطور اینو میبینید. حالا اینم سینکمونه به راحتی از قالب بیرون میاد. ببینید آه این چی شد؟ به راحتی از قالب بیرون اومد، تقریبا 20 کیلو هم وزنشه، به راحتی هم از قالب بیرون اومد. همین بارم که همیشه سینکاتون از قالب اینطوری در بیاد، پرتی نداشته باشیم و پرسود باشیم. یا علی مرسی. بعد بیان اینم نمونهشو اینجا نشونتون بدم، خودتون ببینید که چطور تولید شد. این قالبمونه، قالبی که تولید کردیم. بعد حالا بریم جلوتر، اینم دو تا سینک مشکی رگ سفید. حالا اینجا که سایه بیفته و اینجور چیزاش هم خودتون ببخشین دیگه، نور پردازیمون درست نیست. این یعنی یه نیم ساعت پیش از این قالب در اومده. اینم که همین الان جلو چشم شما از این قالب بیرون آوردم بدون کوچکترین چکش کاری. مرسی.